تقدیم سلام خدمت هر یک شما از آل خواننده برنامه آشپزی. تا تو با تاتون قبول باشه، خدا کنه که روزای رمضان به خوبی خوشی سپری کرده باشیم. گرچه میفهمیم که هوا گرم است، تشنه میشیم. چرا ما از غذای استفاده نکنیم که زده تشنگی باشه؟ یعنی ما میتونیم از تربوز استفاده کنیم، از پرسیلی باشه یا سوپ سلری باشه، هر کدامش خواسته باشیم ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. خب پس امروز ما میخواییم که چه آماده بسازیم؟ یک استیک همراه با سوپ. آفن روز استیک، آرد سخاری، تخم مرغ، گوشت پشت مغز، مساله، بادنجان رومی و ربع هدیه. خب در قسمت برنامه مواد لازم هم دیدی و به چه شکل که ما آماده میسازیم برنامه رو تا آخر برنامه تعقیب کنی و ببینی که ما امروز غذا چه رقم آماده میسازیم. یک غذا بسیار ساده ای است که در کنار سیما میتونیم از بعضی سبزیجات استفاده کنیم و سوپ که امروز آماده میسازیم به به چی یک مزه داره. خب شاید بعضی کسا با سبزی بلد نیستن. یک سبزی است که زلری گفته میشه و همچنان به شکلی است که گشنیز ساقیش دبل اگر زیاد باشه همون عینش است و یک بویا که بسیار تازه و خوبی هم داره. کمرازی ما یک سوپ آماده میسازیم. داخل سوپ ما اگر شد یک قوطی موج جواری هم داریم، از اون استفاده میکنیم. به خاطر از اینکه رفع تشنگی شوه کمی که پودر جو هم اضافه میکنیم، یک دو دانه کیوب هم اضافه میکنیم، همه چیز اضافه میکنیم. یک سوپ بسیار مزه دار آماده میسازیم. داش پیش از پیش به 200 درجه سانتیگراد آماده میسازیم. به خاطر از اینکه امروز یک استیک داشی آماده میسازیم که به نام خارجیش یک نام بسیار چی داشت، سخت داشت که تا او را ترجمه میکردی تا سسته بازی از او که در مهم به نام استیک داشی. اگر بگیم که این چه استیک داشی خوبتر میشه یا استیک قاقک، قاقک اگر باشه خوبتر. خب رمضان از هر غذای که آماده بسازیم مزدار آماده میشه، ولی که کوشش دی کنیم که هر غذای که آماده میسازیم باید از دل و جان آمادش کنیم، به یک شوق خاص آماده بش کنیم. جبری آماده نشه، جبری اگر آماده شد از او غذا دست بشه. زیادتر کسا رو دیدیم که جبری آماده میسازن. جبری یعنی سرتیر، هم مواد بنداز سلال و ملال و ققلش کوف و امیدی سر دیگه پسته که از چی جور میشده ما هم نمیفهم. خب گوشت پشت مغز آوردیم. امروز ما میخوایم همراه با گوشت پشت مغز آماده بسازیم. میسه که بخاطر داخل داشت وقت نمیگذاریمش باید خودن نرم کنن و حالا این را باید همتو به یک شکل بسیار خوب برش کنیم. به این اندازه برشش میکنیم، دومش هر قدری که خواسته باشیم ما میتونیم آماده بسازیم. ولی باور کنیم مرا این غذا بسیار خوشمه به خاطر که فواید بسیار زیاد داره، مزه بسیار خوبی داره. رقم آماده ساختیم، ازش هم یک کمی که از این بغلش برش میکنیم. دوالتر وقتی که باز تکو بکوبیمش خوبتر آماده میشه. ایشان باز تکو ترمیم میکنیم و حال نوبت ازش هم است. ایرام از این قسمت برش میکنیم و از قسمت وسط رقم خوردش کنیم خوبتر میشه. چرا کمک دهی میشه که ما بتونیم همیشه به یک اندازه آماده بسازیم، نه زیاد دبل و نه زیاد نازک باشه. خب هیره تا این قسمت آماده ساختیم و حال نوبت استیکوبی است که یعنی نفر پی گرفته بود سر استیکوب، گفتن که استیکوش خسته کوب زیر فارسی چی بگویم؟ چکش؟ همراه باش چکش میکنیمش هم تو. زیادتر وقتا اگر ما میخوایم غذا رو آماده بسازیم فقط چند نکته رو که ما در نظر بگیریم، در فکر زی باشیم که غذا رو خوبتر آماده بسازیم. برای ما اینا مهم نیست،
اگر استکوب نباشه ما میتونیم همراه با یک دانه گلاس هم ایره آماده بسازیم. آی گلاس رو پیدا کنیم که قسمتش لشماشه ای چی داره؟ بغلک داره. خب اگر از این نشد ما میتونیم همراه با این هم میتونیم آمدش کنیم. خب ایره همین رقم میکوبیم اگر اون نباشه. حالا خود داریم از او از این چکوشک داریم، وقتی که داریم از این استفاده میکنیم. یعنی در حالت ضرورت اگر نباشه ما میتونیم از گلاس های روسی استفاده کنیم. از گلاس ها که رقم رخدارک بود از اونا خوبتر میشه که استفاده کنیم. اینه گوشتکار را به این شکل آماده ساختیم. این را به خاطر این رقم میکوبیم تا گوشت یک قسمتش دبل است، یک قسمتش نازک است، هیچی شوه همش به یک اندازه آماده میشه. اینا را کوبیدیم. و یا ما خودی گکش یا آماده شد و یا ما پودر سیر ضرورت داریم. کمه که فشارش میتیم تا پودر سیر برای خود خوبتر بگیره. ها چی بهتر است که ما داخل یک کاسگک یا یک ظرف داخل یک بشقابه میشه داخل یک ظرف همه مسائلی که ما برای از اضافه میکنیم همه زیر مخلوط کنیم و بعد از او آماده بسازیم. یک کمه که پودر سنجفیل کار داریم، یک کمک مرچ سرخ کار داریم، یک کمک هم مرچ سیاه کار داریم و یک کمک هم نمک کار داریم. هی بود هم موادش پودر سیر هم اضافه میکنیم داخلش، کمک پودر سیرش از زیادتر و مخلوطش میکنیم. خلاص بالای گوشت اضافه میکنیم، به شکل میزنیمش و همین رقم آماده میشه. و تا وقتی که همه زیره آماده میسازیم و همین رقم هم را با این مسئله اختش میکنیم، میریم یک وقت کوتاه برمیگردیم. باز هم در خدمت شما هستیم. خب باز هم در خدمت شما هستیم دوست عزیز. یک چند دانه زیره ما کمکی از این مسئله اضافه کردم و این رقم فشار میزنیمش به خاطر از اینکه خوبتر خود بگیره و به شکل درست مسئله را برای خود جذب کنه. خلاص هی شد آماده، کارش تمام شد. هی آماده ساختیم و باز هم به چی ضرورت داریم؟ با یک دانه کاسه دیگه ضرورت داریم. داخل از این تخم مرغ اضافه میکنیم. تخم مرغ خوب مخلوط میکنیم، سفیدی زردیش مخلوط شد و این مساله باقی مانده را هم داخلش اضافه میکنیم و همین رقم مخلوطش میکنیم تا وقتی که مساله خوب مخلوط شد. آبی را که گذاشته بودیم که جوش بیاید به خاطر آماده ساختن سوپ، دالت رو جوش دیدن هستن. خب یار آماده ساختیم. چی ماند؟ یک دانه قالب ضرورت داریم، یه پیش از پیش اینجا میریم و همراه با
روغن کمه که چربش میکنیم. هیرقم آماده شد. خب این کاسری که میریم سخاری را وی هم گوشتی که آماده ساخته بودیم داخل آرد سخاری چهار طرفش هم کمال آرد سخاری میزنیم. خوبتر به خود نگرفت، باز هم کمک آرد داخل تخم مرغ اضافهش میکنیم، ولی هی بار سخاری زیادتر را برای خود میگرم به خاطر که ما دو بار داخل سخاری اضافهش کردیم. و حال هنمی رقم داخل قالب میچینیمش. گوشت بسیار نازکی است که فقط همه داخل داش که بگذاریمش بعد از 3 الی 4 دقیقه آماده میشه، تا وقتی که کمکی خود چیش سرخونه رنگ سخاری از این تخییر بتا خوده. ولی ما داخل از این خواهیش روغن اضافه نکردیم. چی میکنیم؟ کمک مسکه را بالاش میگذاریم. همراه با مسکه بسیار مزه‌دار میشه، چرا که مسکه به جای روغن همه موادش را سرخ میکنه و گوشت یک ذائقه خوب، یک خوشبوی خوبی میده. هر قدر گوشتی که بود ما داخل تخم مرغ و آرد سخاری میزنیم. شما میتونید از آرد سخاری دانه دار هم استفاده کنید، ولی به نظر من این بهتر است، چرا که این مزه دار است. همه قسمتاش باید که سخاری را برای خود گرفته باشن. باز هم آرد سخاری رو بالاش اضافه میکنیم تا همه قسمتاش به خود سخاری رو گرفته باشه. همین رقم هر قدر گوشتی که بود ما داخل تخم مرغ اضافهش میکنیم. چهار طرفش تخم مرغ بر خود جذب میکنه، بعدش داخل آرد سخاری آماده میسازیم و داخل قالب میگذاریمش تا آماده شه. خب از یارد سخاری خلاص کردم، ولی فرق نمیکنم همیشه که از یارد سخاری دیگه هم آماده بسازیم کمه که بر رنگ دیگه. مجید خود را بسته کنیم به خاطر ازی که باز نباشه. و حال نوبت عزیز که اینا را کمه که یک جا بگذاریم تا یک کمی زیادتر جای شد.
ایره هم اماده ساختیم، اینجا اضافه میکنیم. یک دو تگه که دیگه شمانده شخم امیتو اماده میسازیم. همین رقم آماده ساختیم، فقط حال نوبت عزیز که داخل داش بنیم. ولی پیش از اینکه داخل داش بنیم میریم یک وقفه کوتاه برمیگردیم، باز هم در خدمت هستیم. با شما هستیم دوستو عزیز و خوش آمده به این قسمت برنامه. شما میبینید که گوشتها رو ما به شکل آماده ساختیم، سخاری زدیم داخل تخم مرغ و حال مسکره به این شکل ما بالاش اضافه کردیم و داخل داش میگذاریم. دوستادو پینجا، خب دوستادو پینجا درجه سانتیگرید میگذاریمش و برای 10 دقیقه میگذاریمش تا آماده شد. باز هم در خدمت شما هستیم دوست عزیز و نوبت سالری است که ایره میده میده میکنیم. آب دالت جوش است و امروز یک سوپ بسیار مزدار و با یک ذائقه بسیار خوب آمده میسازیم. آب دالت جوش است، ایره اضافه میکنیم. اینا را خوب میده میده آماده میسازیم. پیگاندانش کمی کلان است، یکم خوردش میکنیم. آب بالا تو جوش است و اینا را یک یک دانه اضافه میکنیم. بسیار زود خدا نرم میسازم، یعنی یک سوپی است که بسیار زود ما میتونیم آماده بسازیمش. ایران میده میده میکنیم. خلاص، خب مواد سوپ خلاص شد، تمیره میگذاریم یک چند دقیقه تا خدا دیگام چی بسازه؟ جوش کنه و نرم بسازه. و حالا نوبت بادنجان رو میره. سی بادنجان رو میره به نام چری تومیتو میگن به صاحب انگلیسیش و فارسیش هم دیگه بادنجان رومی گک میگن. ایره مثل همیشه هم کار میگه یک دانش برای ما بته، میگه که ما دفتری ایره داخل روغن نمک میزنم باز میخورم. ایرا کمک سرخ میکنیم، فقط کمک خود نرم بسازه بس. وقتی کمک نرم شد هموز که همراه با مسکه بسیار خوب آماده میشه و هم این دیگه هیچ چیز اضافه نمیکنیم داخل ازی، به خاطر وقتی که اضافه کنیم به شکل قورمه آماده میشه. ما فقط همین که میخواییم که کمک نرمتر بسازه و همراه با استیک وقتی برشش میکنیم روش جان میکنیم یک مزی خوبی میداشته باشه. و حالی که بیاییم ببینیم که این استیک در کجا رسید و باید که زودتر آماده شوه. سوپ دالت جوش است، جوش میخوره. در آشپزی وقتی ما آشپزی میکنیم روزام اگر داشته باشیم به خاطر بوی زی روزی ما نمیشکنه، به خاطر زی که ما باید به اون شکل درستی را آماده بسازیم. خب خوشبوی خوبی داره. آیستا آیستا بادنجان رومی آماده میشنه که آماده شده، همه قدر آمادش میکنیم.
از اینکه زیاد آماده نمیسازم، از اینکه وقت زیاد نرمش کنم خراب میشه، ذائقه خود از دست میته و مزه خود از دست میته. سوپ دولت تو جوش است. داخل سوپ ما میخوایم یعنی میجه آشپزخانه ما چی داریم؟ این از اینی جواری. جواری است که سرش باز کنیم. ما خو یک وقت نمیجه یک دونه سر باز کنم مانده بودم. نیست. چه شد؟ آه اینجا مانده میشه. خب سر باز کن، وقتی نبود همراه با کارت بازش میکنیم. گرچه میفهم که کارت خراب میکنه ولی پس دوباره تیزش میکنیم. شما در خانه احتیاط کنید که دستتان آگار نکنید. ایرام اضافه میکنیم. این سوپ هم دوستا عزیز میفهمی که فرمایش داده یک همکار ما انور جان. او بیچاره در این وقتا یک کمه که ضعیف شده میگه برای من غذای قوی آمده بسازیم. من هم کوشش کردم که برش یک سوپ بسیار مزه‌دار آمده بسازیم. خب این خواه آمده ساختیم، یک کمک سوپ، چیکن سوپ اضافه کنیم و هیچ چی هسته؟ جو، کمک جو اضافه میکنیم داخلش. کمک چیکن کیوب هم داخلش اضافه میکنیم و خب گوشت را که داخل داشت مانده بدیم آماده شد و خوب خود سرخ کرده، رنگ بسیار مقبول را برای خود گرفته. داغ بودی بسیار بسیار داغ بود. خب را آماده ساختیم و اینا را هم تو بسیار با محبت این هم تو بسیار با محبت باید داخل بشقاب بگذاریم. چرا که در افطار نوش جان میکنیم از اینا. اینا مرخم باقی ماندهش باشه برای یه همکارم. خب اینجا این سوپ آماده شد. امروز نمیفهم چرا همه زیاد داغ شده. خب سوپ آماده شده. سوپ هم باید که داخل این کاسه اضافه کنیم به خاطر که آماده است، دیگه ضرورت نداره که بالای حرارت باشه. یک سوپی هست که برای چه فایده داره؟ برای کسایی که زود تشنه میشن و شکایت دارن که میگن داخل از این ما میتونیم که از سویا ساس هم استفاده کنیم به خاطر که مزه بکشه. یکم کسی اضافه میکنیم. و ایرم همیره قبل آمادهش میکنیم. این شد غذای امروز. خدا کنه خوشتان آمده باشه همراه با یک سوپ بسیار مزه‌دار. باز خیالی
خب دوستان، اگر میخواید که غذای مزه‌دار آماده بشه، فراموش نکنید از روبه حتی استفاده کنید تا قورمه بسیار تو مزه‌دار آماده بشه. و اگر میخواید که مثل من یک آشپزخانه مجهز داشته باشه، میتونید شما از وسایل الکترونیکی بیکر استفاده کنید تا بتونه یک آشپزخانه خوب داشته باشه و غذای عالی را با لوازم بیکار آماده بشه. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد فردا شما را به خداوند پاک نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید، کامیاب باشید، روز نمازتان خداوند قبول کنه. آفن روز استیک، آرده سخاری، تخم مرغ، گوشت پشت مغز، مساله، بادنجان رومی و روبه هدیه.